سلام میوزز، امروز 21 ژانویه است و به موزه روابط شکست خورده در زاگرب خوش آمدید. من برای امروز دوتا تیکت تهیه کردم و البته که هیچ برای شماست. موزه روابط شکست خورده در زاگرب پایتخت کشور کرواسی یک مؤسسه فرهنگی منحصر به فرده که به یادگاری های روابط ناکام اختصاص داره. این موزه در سال 2006 توسط اولینکا ویشتیتسا تهیه کننده فیلم و دراژن گروبیشیچ مجسمه ساز تأسیس شد. کسانی که خودشون یک زمانی زوج بودن و پس از پایان رابطشان به شوخی گفتن که موزهی برای نگهداری از اشیای شخصی باقی مانده از دوران با هم بودنشان راه اندازی کنند. آنچه که به عنوان یک ایده طنز آمیز آغاز شد به زودی به یک پروژه جدیتر تبدیل شد که بازتاب دهنده تجربه جهانی دلشکستگی است. مفهوم موزه ساده ولی عمیقه. این موزه از مردم سراسر جهان دعوت میکنه که اشیای شخصی باقی مونده از روابط شکست خورده خودشون رو اهدا کنن. هر آیتم با یک توضیح کوتاه همراهه که اغلب شامل یک داستان شخصی یا تأملی درباره رابطه ایست که آن شی نمایانگر آن است. اشیای نمایش داده شده از موارد عادی تا فوق‌العاده متغیرند. نامه ها، لباس ها، اسباب بازی ها و حتی یک پای مصنوعی. همگی داستان های منحصر به فردی از عشق و فقدان رو روایت می کنند. برخی از این داستان ها تراژیک هستند، برخی دیگر تلخ و شیرین و حتی برخی با طنز همراهند. اما همه آنها یک مضمون مشترک دارند: درد رها کردن و استقامت برای ادامه دادن. داستان ها متنوعند. مثلا درون یک جعبه شیشه ای یک خرس عرسک کهنه قرار دارد با پشمی که از سالها در آغوش گرفته شدن فرسوده شده. این خرس زمانی به زنی جوان تعلق داشت که آن را به عنوان هدیه از اولین عشقش دریافت کرده بود. آنها قصد داشتند ازدواج کنند، اما زندگی برنامه‌های دیگری برایشان داشت. این خرس آخرین چیزی بود که او پیش از جدایی به او داد و حالا نمادی از معصومیت از دست رفته است. نزدیک به اون یک جفت کفش کهنه داستان دیگری رو روایت میکنه. این کفش ها متعلق به مردی بودند که نیمه شب از کشورش فرار کرد. همه چیز از جمله زنی که دوستش داشت رو پشت سر گذاشت. این کفش ها او را به مکانی امن رساندند، اما هرگز نتوانستند او را به زندگی که داشت بازگردانند. در این موزه آنها به عنوان گواهی بر انتخاب هایی که در مواجهه با تضاد میان عشق و بقا انجام می دهیم قرار دارند. در ابتدا موزه به عنوان یک نمایشگاه سیار آغاز به کار کرده بود. این نمایشگاه به شهرهای مختلفی در سراسر جهان از جمله مکانهایی در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی سفر کرد و در طول راه اشیا و داستانهای مختلفی رو جمع آوری کرد. واکنش فوق‌العاده مردم هم از نظر هدایا و هم از نظر علاقه بازدید کنندگان هنرمندان را ترغیب کرد تا یک مکان دائمی برای موزه در زاگرب تأسیس کنند. در سال 2010 موزه روابط شکست خورده در یک قصر باروک در محله تاریخی بالای شهر زاگرب درهای خود را گشود. این موزه به سرعت به یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری شهر تبدیل شد و بازدید کنندگانی را به خود جلب کرد که تحت تأثیر مفهوم نوآورانه و عمیق احساسی نمایشگاه های آن قرار گرفتن. مجموعه موزه همچنان به رشد خود ادامه داد و هدایایی از سراسر جهان دریافت کرد و آن را به واقع به یک مخزن بین‌المللی احساسات انسانی تبدیل کرد. این موزه همچنین الهام بخش ایجاد موزه ها و نمایشگاه های مشابه در سراسر جهان از لس آنجلس تا توکیو بوده است. هنگامی که بازدید کنندگان در موزه قدم می‌زنند، خود را نه تنها به عنوان ناظران بلکه به عنوان شرکت کنندگان در یک سفر جمعی به سوی بهبودی می‌یابند. داستان‌ها و اشیا یادآوری می‌کنند که دلشکستگی هرچند عمیقاً شخصی، تجربه‌ای جهانی است. در این موزه کوچک در زاگرب، عشق ممکن است که از دست رفته باشد، اما هرگز فراموش نمی شود و به هنر، به یاد و به امیدی که روزی درد فروکش خواهد کرد و تنها درس‌هایی که آموخته شده باقی خواهد ماند تبدیل می شود.
موزه همچنان مجموعه خود را گسترش می‌دهد و فضایی برای بهبودی، تأمل و شاید اندکی آرامش برای کسانی که داستان‌های خود را به اشتراک گذاشتن فراهم می‌کند. خیلی ممنونم که با من در این تجربه شگفت‌انگیز همراه بودید. تا دیدار از موزه دیگر یا گالری دیگر، بدرود. منتظر شنیدن نظراتتون هستم.